خدا، سلام بر شبتان بخیر. امروز دوشنبه 21 عقرب 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 12 نوامبر 2018 میلادی. با مجموعه خبری از ساعت 8 شب، آریانا نیوزواریانا خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها، حمله انتحاری خونین در شهر کابل، توته های گوشت در 4 حرف و دیده میشه. تا چه وقت در این حالت باشه افغانستان؟ تهاجم نظامی طالبان بر بخش های از شهر فرا، وای هوایی ضعیفه که نمیتونه با وقت و زمانش به نیازمندی های جنگ در اونجا بپردازه. و آغاز عملیات نظامی علیه داعش در مرزهای عراق. مشروع خبرها. در نتیجه یک حمله انتحاری در مقابل لیسه استقلال کابل، 6 تن جان باخته و 20 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخله بیشترین قربانیان این حمله را غیر نظامیان میگوید و تاکید می‌ورزد که مهاجم پس از اینکه در ایست بازرسی از سوی پلیس شناسایی می‌شود، مواد انفجاری اش را منفجر می‌سازد. گواهان رویداد نیز رقم تلفات حمله انتحاری امروز را بالا می‌گویند، اما تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. باعث حیات گزارش می‌دهد. کابل باز هم در خون و گواه یک رویداد مرگبار دیگر. پس از چاشت مقابل لیسه استقلال، مهاجم انتحاری که قصد ورود به محل محافظت شده از سوی نظامیان را داشته شناسایی می شود، اما در ایست بازرسی مواد انفجاریش را منفجر می سازد. در نتیجه حمله انتحاری 6 تن به شمول یک نظامی جان می بازند و 20 تن دیگر زخم می بردارند. بیشترین قربانیان غیر نظامیان گفته می شوند. انفجار شده، توته های گوشت در 4 طرف و دیده می شه. فعلا 4 طرف که ما مشاهده کرده رایستیم، مردم خیلی نگران کننده است. امیال خودیم واقع ترس ایراز کرده رایستیم. اتاق پلیس ترافیک چهارراهی ملک اصغر است. ظاهرا تیره روز شدند. اینجا فقط نشانه های خون، بارود و کلاهای پلیس ترافیک به جا مانده است. اوجا 12 نفر اموجا افتیدگی بود. چون در اوجا فهمیدم موترای امنیت هم بود، موترای امنیت استاد بود بالای زخمی ها. و منتظر امبولانس بودن که امبولانس بیای فهمید یارو بگیره ببره. نظامیان در محل رویداد حضور پررنگ دارند و ماموران شهرداری هم بازمانده های پس از انتحار را دور می کنند. اما تصویر وحشت در ذهن مردم این محل حک شده است. امروز خیلی وضعیت ما را جگرخون ساخت. تا چه وقت در این حالت باشه افغانستان، کابل؟ دوشنبه کابل گواه اعتراض ها در چندین بخشش بود. از این رو تدابیر امنیتی در شهر شدید بود و خیلی هم جدی. اما باز هم مهاجم انتحاری بر ده ها خانواده غم و درد فروخت. صدها معترض و دلیل افزایش ناامنی در مناطق مرکزی کنار درب ریاست جمهوری تجمع کردند. اعتراض کنندگان حکومت را به کندکاری در تامین امنیت ولسوالی های جاغوری، مالستان و عروسکن خاص متهم می کنند. محمد اشرفغانی در تماس تلفنی با نمایندگان معترض وعده سپرد که با فرستادن نیروهای هوایی و ویژه امنیت این ولسوالی ها را تامین خواهد کرد. گردهمایی اعتراضی برای تامین عدالت در مناطق مرکزی. صدها باشنده کابل در کنار درب ریاست جمهوری تجمع کرده و از حملات اخیر طالبان بر ولسوالی های جاغوری، مالستان و اروزگان خاص ابراز نگرانی کردند. این اعتراض کننده ها می گویند در حملات اخیر بر این ولسوالی ها ده ها تن قربانی شده و صدها خانواده آواره شده اند. به خاطر که مردم از جا به جا شدند، به خاطر که مردم آواره شدند، به خاطر که مردم هم تلفات مردمی داشتند، این یک ضایعه بزرگ است برای تمام مردم افغانستان و شهروندان افغانستان. لایف آمدن رئیس جمهور از طریق رسانه‌های ملی و صفحه رسمی ارگ در حضور تظاهرات کنندگان برای صدور فرمان جدی و فوری برای عملیات هوایی و زمینی
در جاغوری، مالستان و ارزگان. رئیس جمهور غنی در صحبت تلفنی با تظاهر کنندگان گفت که از 11 شب گذشته دستور آغاز عملیات هوایی را داده و روز دوشنبه نیز محمد شریف یفتلی رئیس ستاد ارتش افغانستان را برای مدیریت جنگ به منطقه اعزام کرده است. شما میتونید که کارهای عملی و قدمهای عملی و مثبت را آغاز بکنیم. همه ما شما همه کلگی ما میریم به سوی جاغوری، مالستان و ارزگان، یعنی سنگردارای عزت و شرف شما. از همین روز تصمیم جدید یک قمانده واحد را اونا در کنار خود خواهد داشتن. اما اعتراض کنندگان حکومت را با سیاست دوپلو متهم می کنند. در غزنی فعلا جنگ است. ما خود ما محصول هستیم در کابل. در فامیل های ما اکثرش مثلا از یک خانواده ما 7 شهید دادیم. افزون بر این شماری از دانشجویان دانشگاه کابل و پلی‌تکنیک کابل نیز با تجمع اعتراضی در مقابل درب این دانشگاه ها مانع حضور استادان و شاگردان به صنف های درسی شدند. بخش هایی از شهر فراه بار دیگر میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی کشور دست به دست شد. رئیس ستاد ارتش میگوید طالبان از چند استقامت بر بخش های غربی شهر فراه حمله کرده که با مقاومت روبرو شده و عقب نشینی کردند. این مناطق شاهد چندین ساعت درگیری سنگین جنگجویان طالب و نیروهای امنیتی بود. با این حال سخنگوی ولی فراه تاکید میکند که نیروهای تازه نفس به زودی وارد شهر فراه خواهند شد. پس از آن که طالبان بر بخشهایی از مرکز ولایت فراه اوایل بهار حاکمیت پیدا کردند، هرچند عقب رانده شدند، اما از همان وقت بدین سو حومه های شهر فراه از ناامنی نفس راحت نمی کشد. طالبان شام یک شنبه با استفاده از تاریکی شب بر مناطق باغ نو و باغ پل که در حومه شهر واقع هستند و دروازه های شهر فراه خوانده می شوند حمله کردند. شو جنگ بود. در یک قسمت در سایه عوضه 4 یک پوست از پولیس تغییر آمده، تلفات زیاد ما نداشتیم، 2-3 نفر در اوجا شهید هستند، به وقت ما کمک برش رسید، انشاءالله او دفع شد. به قدری کافی ما در فراه قوت ها زیاد داریم، کماندان کل اردو امروز برنامه است که به فراه انتقال کنه، برای در اوجا وضعیت خوب تحت کنترل را جا بگیرند. سخنگوی والی فراه میگوید نیروهای اضافی نیز وارد شهر فراه خواهند شد. درخواست امنیتی در روزهای نزدیک نیروهای تازه نفس اردوی ملی و همچنان قطعات خاص امنیت ملی با تجهیزات جنگی خاصشان به ولایت فراه خواهد آمدن و به خاطر مهار کردن تحرکات دشمن. اما نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی در فراه است. باورها وجود دارد که ایران مردم را در فراه برای جنگ با داعش و آمریکا مسلح می سازد. د موضوع د سیند چې بس د پردازه باندې د برای په جنگ باندې خلاص و د موضوع د وسن ګرم روان ده د وسن خلک ورختا دي د مننه کوستایسته د فراه د ولایت امنیتی وضعیت ډیر په بدل است. آگاهان نظامی به این باورند که نبود مدیریت در خطوط جنگ و همچنان عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی سبب می شود تا مناطق زیاد در کشور میان طالبان و حکومت دست به دست شود. عدم مدیریت درست جنگ در ولایت فراه و عدم اکمالات و همچنان داشتن قوای هوایی ضعیفی که نمیتوانه با وقت و زمانش به نیازمندی های جنگ در اونجا بپردازه. هم از لحاظ تشکیلات نظامی در فراه توجه نشده، باید به تشکیلاتش توجه شود تا تشکیلات بلند برود و هم رسیدگی درست به فراه صورت بگیرد. مقام های محلی ولایت فراه نیز از یک حمله خونین طالبان بر ولسوالی خاک سفید خبر دادند. جمعه خان سرپرست ولسوالی خاک سفید میگوید که در حمله روز یک شنبه بر روستای خوست این ولسوالی دست کم 30 پلیس محلی و 6 غیر نظامی کشته شدند. پیکارهای انتخاباتی ریاست جمهوری به گونه غیرقانونی آغاز شده و کمیسیون مستقل انتخابات در این روز تا خاموشی اختیار کرده است. با
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که چشم پوشی یک کمیسیون مستقل انتخابات از این موارد به سلامت انتخابات ریاست جمهوری صدمه بزرگ میرساند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا هنگامی که نامزدان ریاست جمهوری رسما در این کمیسیون ثبت نام نکرده اند، برای این کمیسیون پیکارهای انتخاباتی پنداشته نمیشود. رفیع صدیقی با جزئیات بیشتر. کمیسیون مستقل انتخابات در کار رسیدگی به مسئولیت‌هایش ناتوان است و از همین رو مانع پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت برای انتخابات ریاست جمهوری نشده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با تاکید بر این مطلب میگوید که اگر نقض قانون به همین گونه ادامه یابد، انتخابات ریاست جمهوری با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. چیزی که در سطح سیاسی جریان دارد، خصوصاً در بحث انتخابات ریاست جمهوری، متأسفانه ما شاید بعضی از کمپاین ها یا حرکاتی که میشه که شاخصه ای از کمپاین ها پیش از وقت باشیم و اجرا یک موضوعی است که خلاف قانون است و در این حال میخوایم که از این باید جلوگیری صورت بگیره. کمیسیون انتخاباتی نباید خود فقط ناظر صحنه ببینن و چشم پوشی بکنن یا به عنوان غفلت از او بگذرن. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا هنگامی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رسما در این کمیسیون ثبت نام نکنند، مانع فعالیت هایشان شده نمیتوانند. تر هغه وخت پوری چې یو شخص د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه ونکي او خپل ځان د نومان په حیث باندې ثبت نکي، تر هغه وخت پوری موږ ته یو شخص عادي سړی دی. دا که کمپاینی خبري کوي، دا که شعارونه وایي، تر اوسه پوری به دولس مشری ټاکنو د پاره نوماندان ندی راغلی او سبتنام ندی سوی او په قانون کې وضاحت موجود دی. وخت چې دوی سبتنام وکي، دوی په رسمي بڼه باندې نوماندان سي، داغه څخه وروسته بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر دوی باندې ټول د ټاکنو قانون، اساسي قانون او په هیواد کې وضعي قوانین پر دوی تطبیق کوي. با این حال نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید می‌ورزند که رسیدگی به چالش‌های انتخابات مجلس نمایندگان و اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری از موارد مهم انتخاباتی است که کمیسیون مستقل انتخابات برای رسیدگی به این موارد کوتاه آمده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تقویم انتخابات ریاست جمهوری با در نظر داشت وضعیت امنیتی و اقلیمی بررسی و به زودی اعلام خواهد شد. نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی آمریکا حمایت میشوند میگویند تهاجم زمینیشان را علیه گروه داعش در آخرین پایگاه این گروه در سرحد با عراق آغاز کردند. این عملیات زمینی ماه گذشته بعد از آن موقتا متوقف شد که ترکیه حملات هاون را بر شمال سوریه انجام داد. نیروهای دموکراتیک سوریه بر رهبری کردها گفت عملیات زمینی در نتیجه تماس‌های جدی با رهبری نیروها، ائتلاف بین‌المللی و تلاش‌های مؤثر دیپلماتیک از سر گرفته شده است که هدف آن کاهش بحران موجود در سرحد ترکیه با سوریه می باشد. مقام‌های فلسطینی می گویند که 7 نفر از جمله یک فرمانده محلی اماس در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه کشته شده اند. با گفته آنها درگیری ها در شرق خان یونس در جنوب این ناحیه روی داد. اسرائیل هم گفته که یک سرهنگ ارتش این کشور نیز در جریان تبادل آتش میان اسرائیل و حماس کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته تمام سربازانش اکنون به اسرائیل بازگشتند. مقامات رسمی در ایالت کالیفرنیا در آمریکا میگویند که آتش سوزی در این ایالت تا اکنون دست کم 29 کشته بر جا گذاشته است که در تاریخ این ایالت بی سابقه است. با شدت گرفتن بادها در کالیفرنیا، ماموران آتش نشانی با خطر گسترش آتش سوزی روبرو اند. به اساس گزارش ها بیش از 4000 مامور آتش نشانی در تلاش برای فرو نشاندن آتش هستند. با خبر اقتصادی خوش آمدید. باغداران انار در ولایت قندهار از نبود بازارهای فروش انار در بیرون از افغانستان انتقاد می کنند. این باغداران می گویند در سال جاری حاصلات انار افزایش یافته، اما حکومت نتوانسته زمینه های فروش این میوه را مساعد بسازد. انار افغانستان که از لحاظ کیفیت در بازارهای منطقه بی مثال است،
باغداران در ولسوالی ارغنداب میگویند در سال جاری حاصلات این میوه افزایش داشته، اما حکومت برای بازاریابی کار لازم انجام نداده است. مرد انار ششکار دیر اصیلات کرده او دیر شدک دیر ششکار او مرد دولت است مننه که. در همین حال وزارت زراعت میگوید که حاصلات انار در سال جاری افزایش یافته و صادرات نیز نسبت به گذشته بهتر شده است. وزارت زراعت هم در بخش افزایش تولید انار و هم باغ‌های جدید انار در ولایت‌های مختلف برنامه‌ای خود داره، از جمله در ولایت‌های قندهار که امسال بیش از 2500 جری باغ ساخته شده و این هم روند تداوم یافت. اما اتاق تجارت افغانستان از حکومت می‌خواهد که بازارهای منظم فروش انار را در بیرون از افغانستان ایجاد کند. زمینی ترانسپورتونه باید پیدا سی، بدیل لاری پیدا سی ترسو چی در مزیکی در لاری در مارکت تا مجھ داخل سو. اوز در هند مارکت از مجھ تقریبا پلاس که دی، اما هند مارکت دوغن گنجایش نلری. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت نیز میگوید برنامه های معاصر برای افزایش صادرات انار روی دست دارند. خواهش ما سکتور خصوصی است که در بخش بسته‌بندی و در بخش انتقالات خود هرچی تلاش بیشتر به خرج بتن که هم چین، هم پاکستان، هم هندوستان، هم کشورهای عربی، حتی در بازارهای اروپا انار ما صادر شود. اما باغداران با انتقاد از وضعیت بازارهای فروش میگویند که حکومت باید به جای شعارهای میان خالی اقدامات عملی را برای بهتر ساختن بازارهای فروش میوه‌های افغانستان روی دست گیرد. توجه کنید بانر شما را از اثار خورشید در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 75 افغانی و 90 پول، یک یورو 85 افغانی و 80 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه پاکستانی 563 افغانی و 1000 روپیه هندی 1040 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4. هرات نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. جلال‌آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10. قندهار نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. و غزنی نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1. ممنون از همراهیتون با مجموعه خبری شبتان. خوش خدا نگهدارتون.